چه صدا باحالی میده. دقیقا مثل تفنگ میمونه، دیدی؟ تکون نخور. تو بچگی از این کارا میکردی؟ یه سوالی که خیلی ازم پرسیده میشه و دوستان میگن که من میخوام عکاسی رو شروع بکنم و پیشنهاد شما چی هستش از نظر لنز و چه لنزی بگیرم که مناسب فردی باشه که عکاسی رو میخواد شروع بکنه. توی ویدیو میخوام در رابطه با لنز ها صحبت بکنم، البته دوتا پیشنهاد میخوام بدم و بر مبنای تجربه خودم هستش که وقتی میخوایم عکاسی رو شروع بکنیم بهتره که بریم چه لنزی رو بگیریم، بریم یه دونه 70-200 بگیریم یا نه یه لنز دیگه ای که میتونه بهمون کمک بکنه در استارت عکاسی. این ویدیو رو حتما تا آخر همراه من باش. دوستان سلام، به ویدیو من خوش اومدید. من میثم خادم‌پور هستم و تو این ویدیو میخوام در رابطه با این براتون صحبت بکنم که میخوایم عکاسی رو شروع بکنیم و انتخاب لنزمون باید به چه صورت باشه. دو تا مورد رو میخوام بهتون بگم که بر مبنای تجربه هستش، ولی قبل از اینکه بریم سراغش، اگه دوست داری و علاقه داری به این ویدیوها که من تجربه خودم رو در اختیار قرار میدم، همین الان این ویدیو رو لایک بکن، یه دونه قلب چرنگی مشکی اگه داری یه قلب مشکی هم برام بذار و اگه کانال منو سابسکرایب نکردی همین الان این کار رو انجام بده، اون زنگوله نوتیفیکیشن هم بزن که تا ویدیو میاد اولین نفری باشی که میبینی. اما بریم سراغ این که وقتی که میخوایم عکاسی شروع بکنیم بهتره که بریم از چه لنزهایی استفاده بکنیم. دو تا پیشنهاد دارم براتون بر مبنای تجربه. اولین گزینه بهتره که وقتی که میخوایم عکاسی رو شروع بکنیم اولین لنزهایی که دستمون میگیریم و ازشون استفاده میکنیم جزو خانواده پرایم باشن یا لنزهای ثابت باشن، لنزهایی که یک فاصله کانونی بیشتر ندارن و این خیلی بهمون میتونه کمک بکنه. حالا توی دوربین هایی که فول فریم هستن یا دوربین هایی که کراپ هستن این فاصله کانونی فرق میکنه. دوربین هایی که فول فریم هستن خب فاصله کانونی 50 میلیمتر هستش، دوربین هایی که کراپ هستن فاصله کانونی 35 میلیمتر هستش. اما نکته اینجا هستش که ما اگر یک تک فاصله کانونی استفاده بکنیم این خیلی میتونه تاثیر بذاره روی کادبندی ما و از همه مهمتر مغز ما و ذهن ما جایگاه ما رو توی لوکیشن درک میکنه. وقتی که میریم عکاسی بکنیم چون لنزمون حالت زوم نداره و نمیتونیم زوم بکنیم یا وایدش بکنیم یا همون فاصله کانونی ها رو تغییر بدیم، سوژه رو به خودمون نزدیک بکنیم، هیچکدوم از این امکانات وجود نداره، ما مجبور هستیم که خودمون در فضا حرکت بکنیم، به سوژه نزدیک بشیم، دور بشیم و این باعث میشه که ما کادبندی خیلی بهتری داشته باشیم و اگه طرف هم جایگاه خودمون رو درک میکنیم. مثلا توی یک فضایی که قرار گرفتیم میخوایم یک عکاسی پورتره بکنیم، متوجه میشیم که چه مقدار باید به پورتره نزدیک بشیم، تو چه زاویه‌ای از پورتره باید قرار بگیریم. این یه مثال خیلی ساده هستش. یا مثلا حالا عکاسی های دیگه مثل عکاسی های مستند، اینا همه توی این ساختار قرار میگیرن که اگه ما یک فاصله کانونی یعنی یک تک فاصله کانونی استفاده بکنیم در مرور زمان و یه عکاسی متعادل یعنی یه عکاسی که مثلا 5 6 ماه داریم انجام میدیم ذهن ما جایگاهو خیلی خوب تشخیص میده و وقتی که میریم سراغ یک لوکیشن خیلی خوب دیگه کاملا میدونیم که کجا وایسیم که عکس خوبی ثبت بکنیم. اما همه چی اینجا تموم نمیشه. من پیشنهادم این هستش که خب یه دونه لنز فیکس داشته باشیم 50 میلیمتر یا 35 میلیمتر، اما میتونیم برای اینکه لذت عکاسی رو درک بکنیم یه لنز زوم هم بگیریم. لنزهای زوم چی هستن؟ لنزهایی هستن که فاصله کانونی های مختلف دارن. حالا میتونه لنز زوممون تله باشه، تلفوتو باشه، میتونه لنز زوممون اصلا واید باشه. لنزها مختلف هستن، تنوعشون خیلی زیاد هستش. ولی من پیشنهادم اینه که یک لنزی در کنار لنز فیکسمون هم داشته باشیم یا همون لنز پرایممون داشته باشیم که یه فاصله کانونی واید داشته باشه، یه فاصله کانونی زوم هم داشته باشه. مثلا مثال بزنم براتون، مثلا توی کانون 14 چیه؟ 1835 قاطی کردم. 1835 مثلا لنز 1835 یه لنز کاملا نرمال هستش برای دوستانی که میخوان شروع بکنن به عکاسی. ولی خیلی ها فکر میکنن که خب اوکی 18 تا 135 رو داره، پس 50 میلیمتر و 35 میلیمتر هم داخل این رنج قرار گرفته. اما نه، من بهتون پیشنهاد میکنم که یک لنز فیکس داشته باشید مثلا 50 میلیمتر، شروع بکنید به اون عکاسی کردن، جایگاه رو پیدا بکنید، خودتون رو پیدا بکنید توی عکاسی و بعد برای اینکه لذت ببرید از حالت زوم بودن و از حالت واید بودن یه لنز مثلا 1835 1840 تو این رنج هم برای خودتون داشته باشید که عکاسی به قول افتنی بچربه بهتون، شیرین باشه براتون.
این دوتا لنز دقیقاً لنزهایی هستن که برای یک فردی که میخواد عکاسی شروع بکنه واقعا مناسب هستش و من همیشه به بچه‌ها میگم که اول یه لنز پرایم فیکس برای خودت بگی، حالا فاصله کانونی 50 میلیمتر 35 میلیمتر و اگه بودجت رسید یه لنز زوم هم برای خودت تهیه بکن. ما همیشه توی عکاسی باید از ساده ترین حالت شروع بکنیم و بعد کم کم خودمون رو بندازیم داخل چالش و بریم سراغ هم تکنولوژی های بیشتر همین که عکاسی های پیچیده تر. خب طبیعتاً یک لنز 70-200 میتونه جذابیت های خاص خودش رو داشته باشه، ولی خب این لنز یک فاصله کانونی زیاد داره، خب طبیعتاً عکس ما رو کراپ‌تر میکنه و نکته مهمش این که فوکس در این لنز کاملا متفاوت هستش با لنزهای دیگه. پس بنابراین قبل از اینکه بریم شروع بکنیم کار کردن با همچین لنزهای پیچیده ای که خیلی میتونه چالش برام داشته باشه یا میتونه خیلی دردسر برام داشته باشه، بهتره که یک لنز خیلی ساده تر رو بر خودمون انتخاب بکنیم. یه 70-200 اینجا هستش که جزو لنزهای تلفوتو هستش و یه لنز دیگه هم اینجا دارم، اینا بهتون نشون بدم. اینم جزو اون لنزهایی هستش که خیلی از دوستان فاصله کانونیشون میپسندن. 16-35 هستش، اینم یک لنز زومه ولی جزو خانواده واید حساب میشه. چرا؟ چون از فاصله کانونی 50 میلیمتر کمتر هستش، پایینتر هستش که جزو خانواده زوم و وایده. خب این لنز هم لنز خیلی خوبیه ولی این لنز هم پیچیدگی خاص خودش رو داره. به هر حال ما برای اینکه کادربندی خیلی بهتری داشته باشیم، خیلی ساده تر بتونیم عکاسی بکنیم، بهتره که لنز ساده تری داشته باشیم و بعد کم کم خودمون رو ارتقا بدیم بریم سراغ لنزهای دیگه و 100% یک روزی میشه که شما خیلی راحت میبینید که انواع مختلف لنز رو دارید برای کارهای مختلف و متفاوت. این یک سوالی بود که خیلی از دوستان از من میپرسیدن و گفتم که این جوابشو در اختیارتون بذارم، به عنوان یک ویدیو گفتم اینو درست بکنم و ازتون میخوام که اگه با سوالی دارید حتما از من بپرسید، داخل کامنت ها میتونید بنویسید. دارم تلاش میکنم محتوا رو بر مبنای سوالهای شما برم جلو، بر مبنای چیزی که خیلی ترند هستش، به روز هستش و همه دوست دارن که بدونن، یه اطلاعات عمومی خیلی ساده و در عین حال تخصصی. چند تا ویدیو هم اینجا بهتون پیشنهاد میکنم، ویدیوها رو هم حتما ببینید، خیلی میتونه بهتون کمک بکنه و حتما به من بگید که دوست دارید در مورد چه چیزهایی براتون صحبت بکنم. به هر حال همه این ویدیوها بر مبنای سوالهای شما و درخواستهای شما هستش که تلاش میکنم تجربه‌مو در اختیارتون بذارم. خیلی مخلصیم، تا ویدیو بعدی.